باگرهای طرح آشتی ملی در ایران، حکومت چقدر آماده است برای کم کردن خطر خارجی فضا را در داخل باز کند؟ احتمال برگرداندن ده ها پناهجو از نارو و مانوس، ده ها سازمان حقوق بشری از استرالیا خواستند پناهجویان را راه دهد. و زندگی بلوچ‌های افغانستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. دست به دست شدن قدرت در کاخ سفید و مواضع تند مقام‌های آمریکا علیه ایران بعضی شخصیت‌های اصلاح طلب را واداشته تا در تلاش یک طرفه به دنبال اتحاد بین جناح‌های سیاسی داخل حاکمیت باشند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از آشتی ملی سخن گفته و از مردم خواسته در سالگرد انقلاب به راهپیمایی بروند. حضور گسترده مردم در 22 بهمن همان جوابی است که آیت الله خامنه ای رهبر ایران خواسته مردم به صحبت‌های تند کاخ سفید بدهند. گرچه مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های اصلاح طلب لازم دیده که صحبت‌های آقای خاتمی را شفاف‌تر کند. او گفته آشتی ملی به معنی عذرخواهی و توبه کردن نیست. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. آشتی کنیم تا جنگ نشود، جام‌مایه صحبت‌های دیروز محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران بود که گفت دولت دونالد ترامپ برای ایران خطرناک شده و بهتر از حکومت به اصلاح طلبان میدان بدهد تا بلکه آشتی ملی خطر دولت جدید آمریکا را کم کند. آقای خاتمی حتی تا آنجا پیش رفت که برای آشتی ملی و رفع خطر دولت ترامپ از هواداران خود خواست به راهپیمایی 22 بهمن بروند. توصیه جدی میکنم که مردم ما در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با شکوه تمام متحد در راهپیمایی روز 22 بهمن حضور یابند و حتی اگر از بعضی سیاست‌ها دلخور هستند، در مقابل یاوه‌گویی‌های دشمنان دفاع کنند و این حضور می‌تواند بسیاری از دسیسه‌ها را خونسا کند. محمد خاتمی استدلال کرده که آشتی ملی باعث می‌شود بقیه دنیا با ایران هم دلتر شود تا با دولت ترامپ. دولتی که آقای خاتمی در سخنرانی خود آن را افراطی، بی‌عقل، شیطانی و ماجراجو توصیف کرد. حتی پیش از حملات لفظی دولت ترامپ به ایران، محمد خاتمی از ضرورت آشتی ملی صحبت کرده بود. ولی این بار چنین ضرورتی را همتراز پیشگیری از جنایت و جنگ قرار می دهد. این گفته های محمد خاتمی با استقبال اصلاح طلبان ولی انتقاد و ناسزای مخالفان حکومت ایران روبرو شده. آنها فراخوان محمد خاتمی را یک امتیاز به حکومت ایران می دانند. ولی این باعث نشده حامیان حکومت و جناح حاکم به محمد خاتمی نزدیکتر شوند. روزنامه کیهان امروز نوشت خاتمی به یاد نیاورد که در دوران وی علارغم کرنش همه جانبه در مقابل آمریکا، باز هم ایران ده ها بار به حمله نظامی تهدید شد و پس از آن ده ها و صد ها تحریم سخت. محمد خاتمی همچنین گذرا خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز شد. پاسخ روزنامه کیهان: خاتمی با خودبزرگبینی منزوی شدن چند فتنه‌گر را مساوی با جدایی بخش مهمی از ملت و نیازمند پروژه آشتی ملی می‌داند، در حالی که عذرخواهی و توبه یگانه راه بازگشت به آغوش برای مردم است. رهبر ایران هم دیروز از نارامی‌های سال 88 یاد کرد. فتنه انتخابات در سال 88 و نشان داد که مانند بقیه هوادارانش زخم فتنه عمیق‌تر از آن است که با ترسانده شدن از دولت جدید آمریکا التیام یابد. فعلا حکومت ایران توصیه‌ها به پرهیز از واکنش‌های تند به دولت ترامپ را رعایت کرده و به رغم تندگویی‌های دیروز سخنگوی کاخ سفید، جواب‌های خود را به راهپیمایی 22 بهمن حواله داده. راهپیمایی که محمد خاتمی و حامیانش امیدوارند در آن با تکیه بر خطر دولت جدید آمریکا بحث آشتی ملی را بار دیگر زنده کنند. سیاوش اردلان، بی بی سی. در ایران برنامه‌ای برای کنترل خرید و استفاده از پهپادهای شخصی به راه افتاده. به گفته فرمانده پدافند هوایی، گروهی برای پیگیری ثبت و صدور مجوز برای این پهپادها ایجاد شده. در یک ماه و نیم گذشته دو بار پدافند هوایی تهران به طرف پهپادها شلیک کرد که صدای شلیک ضد هوایی بسیاری از شهروندان را نگران کرد. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد. قرش پدافند هوایی در مرکز تهران سه هفته پیش.
گفتند هدف یک پهپاد ناشناس بود که با شلیک توپ‌های ضد هوایی از منطقه پرواز ممنوع دور شد. چند هفته پیشتر به یک پهپاد دیگر در همین حوالی شلیک کرده بودند. بعداً اعلام کردند که پهپاد فیلمبرداری یک گروه مستندساز بود که بدون مجوز وارد منطقه اصلی پرواز ممنوع شده بود. آنجا محدوده مهمترین اماکن حکومتی است، از جمله رهبری و ریاست جمهوری. آسمان بعضی اماکن حساس دیگر هم پرواز ممنوع است. حالا اقداماتی در پیش گرفتند تا پهپادهای شخصی را کنترل کنند. به گفته قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش، گروهی برای ساماندهی به واردات، خرید و استفاده از این پهپادها تشکیل شده تا مشغله اضافی برای پدافند هوایی درست نکنند. فرمانده قرارگاه تاکید کرده که هر پهپاد باید ثبت شود تا معلوم شود که از کجا آمده، چه کسی آن را خریده و برای چه منظوری استفاده می شود. به گفته دبیر کارگروه پهپادهای غیر نظامی، در دادسرای اوین 25 پرونده مربوط به پهپاد هست، در حالی که هیچ کدامشان شائبه جرم امنیتی ندارند. به گفته او ناهماهنگی ها و نبودن قانون پهپاد باعث شده برای بعضی پرونده سازی شود. حامد سعیدی گفته قرارگاه سارالله سپاه پاسداران که مسئول امنیت حریم هوایی تهران است، محدوده و ارتفاع مجاز پرواز را مشخص می کند، اما مجوز گرفتن از آن کار آسانی نیست. هرچه می گذرد پهپادها کاربردهای بیشتری پیدا می کنند و علاقه به استفاده از آنها بیشتر می شود. این پرنده های سبک، کوچک و ارزان امکان خوبی برای کارهای گوناگون فراهم می کنند. از فیلمبرداری هوایی گرفته تا حمل بار، سمپاشی، آتش نشانی و امداد و نجات. اما کاربردهای نامطلوب هم دارند، مثلا رساندن مواد مخدر و وسایل ممنوع به مجرمان در زندان، یا استفاده گروه‌هایی مثل داعش از این پهپادها که به راحتی از بازار آزاد می‌خرند. بسیاری هم نگرانند که پهپادها حریم خصوصی یا امنیتشان را تهدید کنند. پهپادها میتونن دنبالتون بیان یا سر راهتون قرار بگیرن و براتون مشکل جدی درست کنن. همچنین شاید وارد موتور هواپیما بشن. تقریبا همه جای دنیا سرعت وضع قوانین و مقررات برای استفاده از پهپادها کندتر از پیشرفت فناوری پهپاد است، اما تا جایی که به کنترل فیزیکی پهپادها مربوط می شود، غیر از شلیک گلوله و موشک، راه‌های ایمن‌تر، بی سر و صدا تر و کم هزینه تری هم هست. مثلا با استفاده از تفنگ‌های الکترونیکی می توان بعضی پهپادها را آرام در جای مطلوب نشاند، ولی این روش‌ها به شرایط محیط و ویژگی‌های پهپاد هم بستگی دارد. حتی اسرائیل که در این زمینه فناوری بسیار پیشرفته ای دارد، گاهی از موشک و هواپیمای جنگنده برای زدن پهپادهای بیگانه استفاده می کند. در ایران، فرمانده پدافند هوایی گفته با روش‌های الکترونیکی هم می توان جلوی ورود غیر مجاز پهپاد به مناطق پرواز ممنوع را گرفت، ولی این روش‌ها می تواند برای پروازهای مجاز هم مشکل درست کند. فعلا راه حلی که مقام‌ها در نظر دارند کنترل عرضه و مصرف پهپاد هاست و البته توپ‌های ضد هوایی. مجید خیام‌دار، بی بی سی. تو نیروگاه خورشیدی که بزرگترین ها در ایران هستند، در نزدیکی همدان افتتاح شدند. این نیروگاه ها هر کدام با 8 میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی ساخته شدند که به گفته سفیر آلمان از نتایج برجام است. یکی از تعهدات طرف مقابل ایران در توافق هسته‌ای کمک و سرمایه گذاری در انرژی های نوین است. شهریار سیامی دو پروژه ساخت نیروگاه های خورشیدی در ایران را بررسی کرده. این بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران است. نیروگاه خلیج فارس، البته در اطراف همدان، با 8 میلیون یورو سرمایه گذاری آلمانی ها. قبل از اینکه این نیروگاه افتتاح بشه، بزرگترین نیروگاهی که داشتیم با ظرفیت 1 مگاوات بوده و الان دو تا نیروگاه همزمان هر کدوم با ظرفیت 7 مگاوات که مجموعاً 14 مگاوات میشه بهره برداری میشه و همزمان سه تا نیروگاه 7 مگاواتی دیگر هم کلنگ زنی میشه. چند نیروگاه خورشیدی دیگر در ایران باز هم با سرمایه گذاری خارجی ساخته خواهد شد. موضوعی که میکایل کروربرشتول، سفیر آلمان در ایران، آن را از دستاوردهای برجام می‌داند. مهمتر از مسئله مذاکرات هسته‌ای و برجام دو چیزه. یکی پیام برجامه، یکی فرصتی است که برجام برای ما ایجاد کرد. شاید یکی از فرصت‌ها تعهد کشورهای 5 به علاوه 1 برای سرمایه‌گذاری در انرژی پاک یا همان انرژی‌های نوین در ایران باشد. مناسب‌ترین این نوع انرژی هم برای ایران نیروگاه خورشیدی است.
کشورهای غربی به خصوص آلمان در فناوری نیروگاه‌های خورشیدی پیشرو هستند. از طرفی سرمایه‌گذاری برای ساختن آنها به منابع خارجی نیاز دارد، چرا که سوددهی خیلی بالایی ندارند. مشکل بسیاری از کشورها زمین است. این نیروگاه خورشیدی در قبرس است. درختان زیادی بریده شدند تا این صفحه های خورشیدی اینجا قرار بگیرند. زمین خالی در اروپا کمیاب و گران است، اما در ایران بیابان های مناسب این کار و نور دائمی خورشید فراوان است. یکی از مشکلات دیگر سرمایه گذاری ظرفیت کم تولید برق این نیروگاه هاست. صفحه های خورشیدی زمین زیادی اشغال می کنند و اما برق کمی تولید می کنند. به عنوان مثال نیروگاه خورشیدی خلیج فارس در اطراف همدان فقط 7 مگاوات برق تولید می‌کند، در حالی که نیروگاه حرارتی دماوند که بزرگترین نیروگاه برق ایران است 2868 مگاوات برق تولید می‌کند. حتی نیروگاه کاموتی هند که بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان است فقط 648 مگاوات برق تولید می‌کند. این مشکلات البته راه حلی هم دارد. شهر بولونیا در ایتالیا، این کشور که بزرگترین تولید کننده برق از انرژی خورشیدی در جهان است، آفتاب خوبی دارد اما زمین نه چندان فراوان و البته گران است. اینجا هم بازار و میوه تربار کب در بولونیا است، جایی که سقف‌ها به نیروگاه برق خورشیدی تبدیل شدند. پروژه‌ای که در بیشتر کشورهای اروپایی انجام می‌شود و خانه‌ها برق خودشان را تولید می‌کنند. در ایران هم حدود 2.5 سال پیش این پروژه شروع شد. بیش از 7 مگاوات برق از طریق نصب صفحه‌های خورشیدی روی سقف ساختمان‌ها در ایران تولید می‌شود، یعنی برابر 8 میلیون یورو سرمایه‌گذاری که برای نیروگاه خورشیدی همدان انجام شده است. حالا با امکان سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه تولید برق از سقف خانه‌ها می‌تواند گسترده‌تر پیش برود. شهریار سیامی، BBC. 70 سازمان حامی حقوق پناهجویان در نامه‌ای به نخست وزیر استرالیا خواستار انتقال فوری پناهجویان از جزیره‌های مانوس و نورو به استرالیا شدند. ده‌ها پناهجو هم در بازداشتگاه جزیره مانوس در معرض خطر برگردانده شدن به کشورشان هستند که اکثرشان ایرانی‌اند. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد. در مانوس زندگی در جریان است، اما برای صدها پناهجوی زندانی در این جزیره آب از آب تکان نخورده. نه خبری از بسته شدن اردوگاه است و نه روزنه ای از امید برای انتقال به نقطه دیگر. این روایت یکی از پناهجویان است بعد از حدود 4 سال تبعید در این جزیره دور افتاده. همه دارن دیوونه میشن. همه وضع حالیشون خوب نیست. همه حالشون بده. همه رو بستن به قرص، دارو، فلان، مسکن، مورفین، نمیدونم چی، هر چی، ترامادول و نمیدونم چی دارن میدن به بچه ها. مردم همه رو خلوچه رو دیوونه کردن. میدونی بچه های اینجا چیزی که عصبیشون میکنه دیگه در موردش صحبت نمیکنن، چون به اندازه کافی هممون مشکل روانی پیدا کردیم اینجا. هممون داریم دیوونه میشیم. یأس و خستگی با ابهام های تازه در سرنوشت توافق آمریکا بیشتر هم شده. توافق انتقال پناهجویان به آمریکا که اواخر پارسال کلید خورد. به گفته شاهدان خیلی ها به این توافق دل خوش کرده و برای رفتن نام نویسی کرده بودند. اونجا که ریجستر چیزی که نکردن. میمدن میگفتن خب بیا آیدی تو بیار، اسمتو ما علامت بزنیم یا تیک بزنیم که تو دوست داری مثلا بری آمریکا. هم جنجال های اخیر بر سر این توافق فعالان حقوق پناهجویی را هم نگران کرده. اول مجادله لفظی مقام‌های آمریکا و استرالیا و بعد دونالد ترامپ که با یک توییت تازه طوفانی به پا کرد و این توافق را ابلهانه خواند. مقام‌های استرالیا اما می‌گویند او به این توافق پایبند است. فعالان حقوق بشر در استرالیا حالا خواستار انتقال فوری 1250 پناهجو از جزیره‌های مانوس و نورو به خاک این کشورند. در جزیره ناورو هنوز مصاحبه‌های امنیتی برای متقاضیان اسکان در آمریکا شروع نشده. البته مصاحبه‌های مقدماتی تقریبا تموم شده. در جزیره مانوس هم که هنوز هیچ مصاحبه‌ای انجام نشده. ولی سوال اینجاست که آیا این توافق اجرا میشه یا نه. حتی اگر این توافق اجرا بشه با تأخیر طولانی همراه خواهد بود. کار اسکان این پناهجوها شاید ماه‌ها طول بکشه. بنابراین 70 سازمان حامی حقوق پناهجوها در استرالیا به نخست وزیر و رهبر حزب مخالف نامه‌ای سرگشاده دادند و خواستار توافق دو جانبه برای انتقال فوری پناهجوها به خاک استرالیا شدند.
در جزیره مانوس عده‌ای از پناهجویان حالا با خطر برگشتن به کشورشان مواجهند. اگرچه حدود 80% درخواست‌های پناهندگی قبول شده، اما عده‌ای هم رد شدند. بعضی رسانه‌های پاپوا گینینو از احتمال برگرداندن 60 پناهجو اکثراً از ایران به کشورشان خبر دادند. چیزی که باعث شده تا علی برنده جایزه جهانی کاریکاتور که با نام هنری ماهی خورده شده فعالیت می‌کند دست به اعتصاب غذا بزند. الان نهمین روز اعتصاب غذا هم وزنم 47 کیلو شده. تقریبا راه نمیتونم برم. وقتی راه میرم برای مدت تا خسته میشم. سال گذشته دادگاه عالی گینینو اردوگاه پناهجویان مانوس را غیرقانونی خواند و رأی به بستنش داد. رأیی که فعلا گوش دولت استرالیا به آن بدهکار نیست. اگر توافق آمریکا هم راه به جایی نبرد، سرنوشت صدها پناهجو در بنبست مانوس و نورو نامعلوم خواهد ماند. فریبا صحرایی، بی بی سی. کنارگیری ناگهانی درک بایرمن از سرمربیگری تیم ملی بسکتبال ایران مدت هاست که خبرساز شده. این مربی آلمانی بیش از یک سال تیم ملی ایران را هدایت میکرد و بدون اعلام قبلی در آخر ماه گذشته تیم را ترک کرد و به آلمان برگشت. شایعات در مورد قرارداد او با فدراسیون بسکتبال ایران هم در این مدت کم نبوده. برای بهتر روشن شدن دلایل این جدایی غیرمنتظره، بامداد اسماعیلی در وورتسبورگ آلمان به ملاقات او رفته. ریکاوری تیم وورتسبورگ روز بعد از مسابقه. در جنوب آلمان چند هفته می شود که درک باوامان سرمربیگری این تیم بوندسلیگا را به عهده گرفته است. بعد از چند سال بازگشت به لیگ بسکتبال کشورش، برای درک باوامان که قبلا 9 بار قهرمان این تورنمنت شده شروع خوبی نداشت و او در دومین تجربه با تیم جدیدش مقابل بایرن مونیخ باخت. در حاشیه این مسابقه فرصتی پیش آمد تا از او در مورد دلایل ترک تیم ملی ایران سوال کند. دلیلش این بود که عصر 29 دسامبر تیم وورتسبورگ به من پیشنهاد کرد که مربی این تیم بشم. و من یک دختر 3 ساله دارم که برایش خیلی سخت شده بود که پدرش اینقدر دور بود و او را نمی دید و واقعا خیلی تصمیم سختی برام بود، ولی به خاطر خانواده و مخصوصا دخترم این تصمیم رو گرفتم. بذارید در مورد قرارداد شما صحبت کنیم. در رسانه ها گفته میشه که هر 3 ماه یک بار تمدید می شده. فدراسیون ایران اما میگه قرارداد 4 ساله بوده. کدوم درسته؟ نه، در قرارداد خیلی واضح تنظیم شده بود که من به عنوان مربی هر وقت که بخواهم میتونم قرارداد رو فسخ کنم. تصمیم سختی برام بود ایران رو ترک کنم، ولی از نظر حقوقی بی نقص بود. ولی پس چرا ایران شکایت کرده؟ در این مورد من چیزی نمیدونم. اگر شکایت کردن، باید صبر کنیم و بعد عکس العمل نشون بدیم. نوامبر 2015 بود که درک باوامن با ایران قرارداد امضا کرد. تنها هدفش رساندن تیم ملی بسکتبال ایران به المپیک ریو بود. اما پس از راه نیافتن به این تورنمنت و رسیدن به مقام 3 در قهرمانی آسیا، ظاهراً علاقه اش برای ادامه در تیم ملی کم شد. Erstmal will ich sagen, dass mir die Arbeit in Iran sehr viel Spaß gemacht hat. اول باید بگم که کار کردن در ایران برایم خیلی جذاب بود. کار کردن با کسانی مثل رئیس فدراسیون یا دستیارم آقای شاهین تپ که بیشتر رفیقم بود، خیلی صمیمی بود. برای همین تعجب کردم وقتی خبر شکایت از طرف ایران رو شنیدم. تصمیم خیلی سختی بود، ولی هر کسی که بچه داره درک میکنه که وقتی بعد از 1.5 سال بچه هنگام تلفن یا اسکایپ گریه میکنه دیگه نمیشه. و وقتی این پیشنهاد در آلمان به من شد، من قبول کردم. برگردیم سر بسکتبال ایران. چینی ها الان به شدت در حال سرمایه گذاری روی بازیکن ها هستند. آینده بسکتبال ایران در آسیا را چگونه ارزیابی می کنید؟
فدراسیون ایران باید خیلی تلاش کنه. همانطور که شما درست گفتید، چین خیلی داره سرمایه گذاری میکنه. فیلیپین کشوریه که دیوانه بسکتباله و آمریکایی های خوبی اونجا بازی میکنن. ژاپنی‌ها دارن خودشون رو برای المپیک 2020 در کشورشون آماده می‌کنن و مربی جدیدی دارن. برای همین خیلی سخته برای بسکتبال ایران که اون عصر طلایی بسکتبال ایران رو که با مهدی کامرانی، صمد بهرامی و مسلماً حامد حدادی شروع شده بود رو ادامه دهن. امیدوارم بتونن، ولی سخت می‌شود. دیرک بابامن پر افتخارترین مربی بسکتبال آلمان است. او 9 بار با تیم‌های مختلف قهرمان آلمان شده است و با تیم ملی آلمان هم در سال 2005 نایب قهرمان اروپا شد. بعد از سرمربیگری تیم ملی ایران، آقای دیرک بابامن تمرکز کارش رو روی تیم وورتسبورگ گذاشته که از پایین جدول تیم رو بکشونه بالا. اینکه آیا او بعدها قصد داره که یک تیم ملی رو دوباره مربیگریش رو به عهده بگیره، بحثی جداگانه که نمیخواست در موردش صحبت کنه. هستا نباشی، خدافظ. بامدر اسماعیلی، وورتسبورگ. افغانستان کشور چند قومی و چند فرهنگی است. یکی از گروه‌های قومی که بین افغانستان، پاکستان و ایران تقسیم شده، بلوچ‌ها هستند. آنان که بیشتر در امتداد مرزهای افغانستان با همسایه‌های غربی و جنوبی سکونت دارند، توانستند تا حد زیادی زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. اما خبرنگار ما ارشاد هنریار می‌گوید که بلوچ‌های افغانستان نگران از میان رفتن ارزش‌های فرهنگی‌شان هستند. تاخت و تازه سوارکاران بلوچ در دل دشت‌های شهرستان چخانسور. اسب در رزم و بزم رفیق راه مردان بلوچ بوده. اقلیت 2% در افغانستان که گرد محرومیت بر چهره هایشان نشسته و با امکانات اندک به شیوه سنتی زندگی می کنند. نفوس بلوچ ها در کل کشور حدود 500,000 نفر تخمین زده می شود که بیشترشان در ولایت های نیمروز و قندهار بود و باش می کنند. بلوچان افغانستان فرهنگ پربار و غنامند دارند که تا حد زیاد ناشناخته باقی مانده. همون قسمی که سبک موسیقی و نوع پوشش مردم متفاوت است، سایر رسم رواج هایشان هم به گونه کامل با رسم رواج های مردم دیگر افغانستان تفاوت دارد. اما بزم ها و سبک زندگی اینچنینی را تنها در روستاها و مناطق دوردست در میان قوم بلوچ می شدید. مردمانی که در شهر زندگی می کنند زیر تاثیر زندگی شهری قرار گرفتند و تا اندازه زیاد از فرهنگ اصیل بلوچی فاصله گرفتند. متاسفانه ما در یک منطقه جغرافیایی جبران محصور شدیم از جانب ابرقدرت های وقت که امروز ما به یک اقلیت تبدیل شدیم و ایرانجی است که ملت بلوچ به صورت عموم در هر گوشه از دنیا زندگی می کنه، خواستن در کشور پاکستان و کشور همسایه ما ایران و افغانستانی درد مشترک دارن. نقش زنان در گردش چرخهای زندگی پر رنگ است، از خانواده گرفته تا جامعه و سیاست. از دو نماینده بلوچ ها در پارلمان افغانستان یکی هم زن است. زنان بلوچ خیلی گرفتار بند سنت نیستند. زنان بلوچ نسبت به اقوام دیگه آزادی های بیشتری دارن. کسی مانع آموزش و کارشون نمیشه. در کل خشونت های مانند ازدواج اجباری و بد دادن دختران در میان قوم بلوچ کمه. کشاورزی و مالداری پیشه اصلی مردم بلوچ در نیمروز بوده است. اما خشکسالی 10 سال اخیر یک نانشان را نیم نان کرده و سبب مهاجرت شمار زیاد از آنان به ویژه به ایران و پاکستان شده. برغم مشکلات فراوان، جشن و شادی در برخی مواقع سال برپاست. غذاهای بومی بلوچ ها آینه ای از شرایط فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی آنهاست. غذاهایی که کم کم در سطح ملی رایج می شوند. سبک معماری و نمای بیرونی خانه های مردم بلوچ در نیمروز
ساده و گنبدی است. دمای هوا در این ولایت بلند است و این خانه ها در تابستان سرد و در زمستان گرم می ماند. اما بلوچ ها با هنر انگشتانشان به زندگی و این خانه ها رنگ رو می دهند. ما دیگه کالا می دازیم، کالا کفتان می دازیم، پشای بالشت می دازیم، دیگه یک چیه می دازیم، توی شکار پشت میکنه، دیگه زیاد از این هم استفاده می شه هر چیزی. در تار و پود زندگی بلوچ ها در نیمروز نقش و نگار دست زنان را می توان دید. نقش هایی که رنگینی فرهنگ و وضعیت خوب اقتصادی بلوچ ها را در گذشته نچندان دور نشان می دهد. اما امروز که ورق برگشته، کیسه هایشان خالی تر شده و نگرانیشان بیشتر. نگرانی از قرار گرفتن زبان و فرهنگ در سایه فراموشی. ارشاد هنریار، بی بی سی، نیمروز. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.